انکی اوش مده خشت رمچا او رایم در ویر دادت واس دارم نام اورمد واجیم من شغور داریم همیگی سر با پوشیم همیگی نما در حقیقت اومدیم اینجا آدریان بزرگ تهرانه. در حقیقت بنای این زیارتگاه زرتشتیان برمیگرده به حدود 100 سال پیش. یا تو او بر یودت شموسه گاهی قدیرن آفریگان دهمان سال نوششان برام را سادم را بانانو فرابران شبان هستانو بیدانو بودانو دادانو وردادان از کیومت تا بسیشان سکرودگر همه برسانو به پدرانو بینیو. تو قانون اساسی که بعد از انقلاب هم نوشته میشه یکی از ایرانیان غیر مسلمان که صندلی داره توی مجلس زرتشتی‌ها هستن. ما زرتشتیان پیروان اشو زرتشت پیامبر ایرانی هستیم و از موحدینی هستیم که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نماینده ای رو در مجلس شورای اسلامی داریم که از حقوق زرتشتیان در این سرزمین دفاع میکنه. من اعتقاد دارم چیزی وجود داره به اسم فرهنگ ایرانی. این فرهنگ ایرانی نقطه مشترک تمام ادیان، تمام نژادها، تمام اقوام هست. این همون چیزی است که باعث میشه ما کنار هم زندگی کنیم با بعضی از تفاوت‌هایی که وجود داره بین زرتشتی، مسلمان، مسیحی. هدف اونها فقط یک چیزه، پیشرفت ایران و ایرانی. این جزو اصول تفکر ماست. پیامبری اشو زرتشت به 4000 سال پیش برمیگرده. به این واسطه ما زرتشتیان از کهن‌ترین ملل یکتاپرست جهان هستیم. این رو به سوی نور نیایش کردن در حقیقت باعث شده که آتش به عنوان یکی از قدیمی ترین نمادهای نور در مرکز نیایشگاه های ما باشه و ما رو به سوی اون نور اون آتش نیایش میکنم. حتی مثلا در همین آتشکده من در بیرون اگه بخوام نیایش کنم رو به سوی خورشید نیایش میکنم، حتی رو به سوی اون آتش اونجا نیست. پس خود آتش هم نیست که قبله ماست، بلکه نورش هست که قبله ما شده. اون آتشکده هایی که در ایران باستان برای نگهداری آتش به استفاده بودند بعد از پیامبری اشو زرتشت یه مقدار جنبه تقدس میگیرن و در مرکز زیارتگاه باقی میمونن. این آتش ها هیچ وقت نمیذاشتن خاموش بشن. بر اساس سنت دینی این آتشی که اینجا هست به صورت روشن از آتش آتشکده یزد اومده و آتش آتشکده یزد از شهر اردکان اومده. آتشکده شهر اردکان مدت ها برای اینکه خاموش نشه به وسیله مهاجران در غاری به اسم شگفت یزدان نگهداری میشده و اون آتش در زمان بعد از شکست ساسانیان از کاریان فارس به اونجا آمده بوده و خود آتشکده کاریان فارس میگن به بلخ برمیگرده و جایی که شاه جمشید برای اولین بار روشنش میکنه. پس این آتشی که اینجا هست یک آتش چند هزار سال است، آتشی است که چند هزار سال خاموش نشده. موبدان بر اساس سنت دینی همیشه این آتش رو روشن نگه میدارن، شبها زیر خاکستر میکنن به همون صورت نیمه سوز، صبحا دوباره با نیایش این آتش روشن میشه و با اون نورش در حقیقت مرکز زیارت زرتشتیان میشه. در حقیقت 5 گاه در روز رو نیایش برای زرتشتیان داریم. زرتشتیان کمربندی به نام کشتی رو به کمر دارن، رو به سوی نور نیایش میکنن و اونجا عهد و پیمان میکنن با خدا که باور داشته باشن به یکتایی خدا، باور داشته باشن به پیامبری پیامبران، به خصوص پیامبری اشو زرتشت، باور داشته باشن به اون شعار دینیشون که اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیکه. معمولا توی این آتشکده بیشتر مراسم سال و گنبار و اینا خونده میشه. نماز یومیه رو معمولا تو خونه میخونیم. ولی خب مثلا ایام نوروز گهنبارها اینا میشن بیاین پای آتش میاد. نبویا راتیا من این کراتیا به چند کراتیا شد نه نجی نبویا بیست پداش من یه و بیست پده و نگهدار تن و روان ما و شما و همه ایران و بهان و وحدینان و دست کشته آن و نیکان و بهان هفت کشور زمین تلوشیدت با افرادی که داخل ایران زندگی می کنند، اهم از هر دین، نژاد و قوم، به ایرانی بودن خودشون افتخار. خیلی ساده بگم، ادیانی که داخل ایران هستند، تعداد زیادشون تو کشورهای همسایه ما هست. تو کشورهای همسایه ما سر همدیگر رو می برن، ولی تو ایران همدیگر سر همدیگر رو نمی برن.